الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه. وبعد الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. عدد 8 در معارف ما چند جا مطرح شده. یکی خود امام رضا علیه السلام هستند که باید ایشان را به عنوان امام 8 یا حجت 10 قبول داشته باشیم. نکته دوم در زمینه عدد 8 نافله ظهرینه. نافله ظهر 8 رکعته، 4 تا 2 رکعت از آن که گفتم قبل از این که نماز ظهر بخونیم، 8 رکعت نافله ظهر، 8 رکعت هم نافله عصر قبل از نماز عصر. نمونه سوم نافله شب، 8 رکعت نافله شب، 2 رکعت شفع، 1 رکعت وتر، اینم یه مورد. نمونه سوم مسافت، کسی مسافره که قصد 8 فرسخ داشته باشه، حالا فرسخ یا 6 کیلومتر یا 5.5، اجمالا کسی که قاصد 8 فرسخه به حد ترخص که رسید نمازشو 2 رکعتی میخونه، روزه هم اگر هست چنانچه پیش از ظهره باید بخوره، یعنی نیت روزه نداشته باشه. بعد از ظهر نه، قبل از ظهر. نمونه دیگر در زمینه عدد 8 ارث زنه. زن 1/8 میبره از شوهر، اگر شوهر بچه داره، چه از این زن چه از زن دیگه. و نمونه آخرم زکات مال، نه زکات فطره. زکات فطره فقط باید به فقیر بدیم. زکات مال 8 مصرف داره که در قرآن مطرح شده. خداوند همه ما رو با احکاممون، دینمون، معارفمون آشنا بفرماید. صلواتی بفرستید. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. هدیه با آستان مقدسشون و برای عرض تسلیت اجماعا صلواتی بفرست. عن الحسین ابن خالد، شخصیست به نام حسین ابن خالد، میگه قلت در رضا علیه السلام به امام رضا عرض کردم یا ابن رسول الله ان الناس یرون، مردم اینجوری میگن که رسول الله صلی الله علیه و آله پیغمبر خدا فرموده ان الله خلق آدم علی صورته،
خدا حضرت آدم رو مثل شکل خودش درست کرده. یعنی خدا یه شکلی داره، حضرت آدم رو کپی کرده از رو خودش. مردم اینجوری میگن قال قاتلهم الله، خدا مرگشون بده. چرا این حرفا رو میزنن؟ این داستان رو مثل فضای مجازی تقطیع کردن، یه داستان دیگه بوده. اولش رو بریدن قاتلهم الله لقد حذفوا اول الحدیث، اول حدیث رو قطع کردن. داستان چیه؟ اینه داستان واقعیش، اینه ان رسول الله صلی الله علیه و آله مر به رجلین، دو نفر داشتن دعوا میکردن و هم فحش میدادن. ان رسول الله مر به رجلین یتصابان فسمع احدهما یقول لصاحبه، اون یکی به اون یکی گفت قبح الله وجهک و وجه من یشبهک، خدا هم صورت تو رو زشت کنه هم صورتی کسی که شبیه توست. فقال، پیامبر فرمود یا عبدالله، آی بنده خدا، لا تقول، اینجوری حرف نزن، لا تقول هذا لاخی، اینجوری برای برادرت نگو. فان الله، حالا ببینید چقدر عوض کردن، فان الله عز وجل خلق آدم علا صورته، خدا آدم رو بر صورت این آفریده. های صورته برمیگرده به این آدم رفیقه، نه که برگرده به خدا. چقدر داستان رو عوض کردن. پیامبر فرمود ان الله عز و جل خلق آدم علا صورته، خدا آدم رو، تو که میگی زش کنه خدا صورت تو رو و هر کسی که شبیه به تو هست، خب حضرت آدم هم شبیه به اینه، پس زمین برمیگرده به آدمه نه که برگرده به خدا. امام رضا در جهاد تبیین خیلی تلاش کردن، منحرفین منافقین سعی میکردن دین رو عوض کنن، بگن خدا شکل داره. خدا شکل نداره، خدا جسم نیست. این داستان رو عوض کردن. یا آقاییست به نام ابن بطوته، مارکوپولو جهان اسلامه. اون مارکوپولو که همه جا رو گشت، تو جهان اسلام یه مارکوپولو داریم به نام ابن بطوته، همه جا رو رفته گشته، از جمله رسید به دمشق، رفت سلام علیکم، وارد سوریه شد، رفت تو دمشق قرن هشتم. میگه من رفتم اونجا و کان به دمشق من کبار فقهاء الحنابله تقی الدین ابن تیمیه، خدا لعنت کنه ابن تیمیه رو، بنیانگذار وهابیت. این محمد ابن عبدالوهاب ملعون که 200 سال بعد اومد از همین گرفت. میگه ابن تیمیه دیدم رفته رو منبر، روز جمعه بود تو مسجد جامع، یتکلم فی الفنون ابن بطوته، میگه الا ان فی عقله شیئا، خود عقلش خراب ابن تیمیه ها. ابن بطوته میگه من فهمیدم این کلش خرابه، الا ان فی عقله شیئا. فحضرت یوم الجمعه، روز جمعه، و هوا یعظ الناس علی المنبر الجامع و یذکرهم، حالا ببینید چی میگه. فکان من جملت کلامه، از حرفای چرت و پرتی که ابن تیمیه میگفت، میگفت ان الله ینزل الی سماء دنیا، خدا از آسمان آخرت میاد به آسمان دنیا. بعد کنزولی هازا، خودش یه پله اومد پایین، از منبر اومد پایین، گفت اینجوری که من میام اینجوری خدا راه میره. چه خدایی؟
امام رضا با این خدا مبارزه کرد، با این فرهنگ مبارزه کرد. کنزول هازا و نزدن به درج منبر، از منبر آمد با این گفت خدا اینجوری راه میره. این خدایی که اینا سلام علیکم معرفی بکنن اینه. و رضا در تاریخ مشهور شده، العدل و تنزیه علویان و الجبر و تشبیه امویان. این حرفای بنی امیه است، حرفای بنی العباس. بزرگواران، ما بچه بودیم تو کتابا یه داستان نوشتم، داستان موسی و شبان. این داستان دروغه، این داستان خیالات مولوی است. نه سند داریم برای این داستان تو قرآن، نه سند داریم تو روایات، نه تو تاریخ. بعد داستان اینه که موسی داشت میرفت، دید یه کسی میگه ای خدا تو کجایی تا شبم من چاکرم، چارقت یعنی کفش، چارقت دوزم کنم شانه سرت. موسی اعتراض کرد، گفت چه حرفی میزنی، خدا که اینجوری نیست. گفت موسی های بس مدبر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی. بعد میگه خطاب آمد از عالم بالا، وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را ز ما کردی جدا. نه آقا این داستان دروغه، موسی باید حرف بزنه. موسایی که آمده پیغمبره، اگه حرف نزنه که موسی نیست، پس برای چی اومد؟ دلیلش روایات امام رضا در توحید صدوقه. ببینید چقدر امام رضا نفی جسمیت میکنن، مبارزه میکنن با جسمیت خدا. چقدر امام رضا مطالب دارن، اگر موسی ساکته چرا امام رضا صحبت میکنن؟ این داستان دروغه. شعرا بعضی وقتا خیالات میکنن، خیالاتشون رو به شعر در میارن، مثل کلیله و دبنه، مثل پروین اعتصامی خدا رحمتش کنه. قشنگ دو نفر رو تو خیال خودش تصور میکنه، یه گنجشکی با درخت داره حرف میزنه، یه چی با یه چی داره حرف میزنه. اینا که تو قرآن و روایات نیست، اینا خیالات شاعره. و لذا داستان موسی و شبان هیچ ارزشی نداره، چون خدا جسم نیست. شما هر روز میگید سبحان الله، یعنی چی؟ یعنی خدا منزه از جسمیت، از شکل. یکی اومد ان ابی عبدالله علیه السلام، یکی اومد خدمت امام صادق، گفت الله اکبر. حضرت فرمود الله اکبر من ایه شیء، از چی خدا بزرگتر؟ قال من کل شیء، از هر چیزی. حضرت فرمود حددته، خدا رو محدود کردی، از همه چیز بزرگتره. یعنی یه جایی هست که خدا از همه بزرگتره، محدود کردی خدا رو. فقال الرجل کیف اقوم، پسر پیغمبر پس چی بگم؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف، خدا بالاتر از اینه که توصیف بشه، نه که از هر چیز بزرگتر. اینه که باید برای شناخت خدا آمد در خونه اهل بیت. من اراد الله بدأ بكم و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه بكم. خدایی که اهل بیت معرفی میکنن خداست، نه خدایی که دیگران میگن. امام رضا اومدن نیشابور، همه اومدن یا ابن رسول الله دارید حرکت میکنید، خب یه حدیث برای ما بخونید، حدیث سلسله الذهب. حدیث رسید به اینجا، سمعت از پیغمبر جبرئیل یقول سمعت الله عز و جل لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. آمدن امام راه بیفتن، و
فلما مرت الراحله نادانا بشروطها. خدا با شروطش که من میگم، نه خدای خدا فی بیوت اذن الله ان ترفع، یه خدایی که مثل زجاجه هست و در قرآن خوندی، خب بعدش میگه فی بیوت اذن الله، این خدا همه جا نیست. فی بیوت اذن الله اونا باید تعریف کنن، اونا باید توصیف کنن. فلما مدرت الله له نادانا به شروطها. و امام فرمود ان الامامت زمام الدین. امام رضا فرمود چون واقعا نمیشه جای دیگه رفت. ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. ان الامامت اصل الاسلام، اساس اسلام امامته. چون اگه امامت نباشه ما چجور خدا رو بشناسیم؟ خدایی که اونا میگن، خدایی که یهود میگه، خدایی که مسیحیت میگه. ان الامامت اصل اسلام نامی و فرع حسامی بل امامه تمام الصلات، بل امامه تمام الصلات و زکات و صیام و الحج و الجهاد. یونس ابن عبدالرحمن خدا رحمتش کنه از بزرگان اصحاب ائمه میگه وافیت العراق، آمدم عراق، رفتم پیش رفقا، کسانی که از امام صادق روایت نقل کردن، جمع کردن. وافیت العراق فوجدت بها قطعة من اصحاب ابی جعفر امام با، ووجدت اصحاب ابی عبدالله متوافرین. حدیثا رو جمع کردم. فسمعت بینهم و اخذت کتبهم، کتاباشونو گرفتم رفتم پیش امام رضا. امام نباشه پالایش نمیشه دین، امام نباشه رسوب میگیره جامعه رو. فعرضتها بعد علی ابی الحسن الرضا، گفتم اماما، ای امام هشتم، ببینید این احادیثی که به جدتون نسبت میدن درسته؟ فعرضتها بعد علی ابی حسن الرضا فانکر منها. حضرت دستش خط زد، گفت نه، اینه مال ما نیست، امامت اینه، امام نباشه جامعه بیچاره میشه. فانکر منها احادیث کثیره ان یکون من احادیث ابی عبدالله. و قال لی، یه آدم منحرش بوده، خودشو قاطی اصحاب امام صادق کرده به نام ابوالخطاب، خودشو قاطی کرده، چه کار میکرد؟ امام میفرمود اینا میان احادیث منو میشنون، بر میرن قاطیش میکنن، چیز قاطی میکنن. پیامبرم فرمود سلام علیه کسر علیه القاله. امام فرمود نه. فانکر منها احادیث کثیره ان یکون من احادیث ابی عبدالله و قال لی ان ابوالخطاب کذب علی ابی عبدالله. بعد فرمود لعن الله ابوالخطاب و کذالک اصحاب. یه غالی بوده، یه آدم منحرف، چکار میکرده؟ دست با سین، سین مشدد، یعنی یه جوری قاطی میکرد احادیث رو که کسی نفهم. یدستون هاده الاحادیث الى یومنا هازا فی کتب اصحاب فلا تقبلوا علینا، قبول نکنید خلاف القرآن، هرچه خلاف قرآنه قبول نکنید. یکی اومد پیش امام رضا، زندیق بود، خدا را قبول نداشت. حضرت فرمود ببین، اگه واقعا حق با تو باشه که خدا را قبول نداری، ما ضرر نکردیم، چند تا نماز خوندیم، کاری نشد. اما اگر حق با ما باشه و روز قیامتی باشه، وای به حالته، تو که موندی. گفت درست. بعد سوال کرد، میخوام بگم ببینید چقدر اهل بیت پیغمبر در جهاد تبیین تلاش کردن. فقال رحمک الله اوجدنی کیفه خوبه. نمیدونم
یه صلوات بفرستید. گفت آقا جون خدا چه شکلیه و این هوه کجا هست؟ فقال ویلک، فرمود وای بر تو، ان الذي ذهبت الیه غلط، داری فکرت اشتباه میره. هوه عین العین، خدا مکان رو مکان قرار داده، خودش فوق مکانه، یه مکان نمیخواد که. هوه عین العین، بلا عین کیف الکیف، خدا به اشیا کیفیت بخشید، دیگه خودش فوق کیفیته. بلا کیف فلا یعرف بالکیفیته ولا بعینونیت ولا یدرک بحاسه، خدا با حواس درک نمیشه. اینه که میگن خدا دیده میشه روز قیامت، دروغ میگن. اینایی که اسمشون مسلمونه میگن خدا دیده میشه یا در دنیا یا در قیامت، دروغ میگن. خدا هیچ وقت دیده نمیشه، لا درک و بخواسته و لا یقاس و بشیئن. بنی آقای گفت پس این چجوری میشه حضرت؟ و گفت چون نمیشه فهمید خداست، بلا خدایی که تو ذهن تصور کنه اون مخلوقه، او خالق نیست. موسی بن جعفر پیشبینی میکردن خدا همچین فرزندی میده بهشون. ان موسی بن جعفر کان یقول لبنی هازا اخوکم، به فرزندانش میگفت این برادرتون عالم و آل محمد. ازش چی بپرسید؟ فسألوه عن ادیانکم واحفظوا ما یقول لکم، هرچه امام رضا میگه بگید چش. فانی سمعت ابی، پدرم جعفر امام صادق میفرمود، چند بار به من فرمود، فرمود پسرم در صلب تو ان فی ان آل ما آل محمد لفی صلبک. امام صادق آرزوی دیدن امام رضا رو داشتن. لیتنی ادرکو، ای کاش من ببینم نوامو، ای کاش من نوامو ببینم، فوق العاده است این نوه من. لیتنی ادرکتو، خب آقایون برادران روحانی این تیکه رو من میخونم، دقت کنید. فَإِنَّهُ سَمِيُّ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ یا سُمِّيَ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، بزرگواران. یه وقت سُمِّيَ نخونید، امیر المؤمنین فقط لقب علی ابن ابی طالبه، سُمِّيَ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ نخونید، هم گناه داره. سَمِيُّ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ هم نام امیر المؤمنین، یعنی اسمش علیه، بعد اشتباه میکنن ها، حواست باشه اشتباه نکنید. سمیه نیست، سمی یا امیر المؤمنین علیه، یعنی هم نام امیر المؤمنین علیه، به الله امیر المؤمنین مختص علی ابن ابی طالبه، به هیچ کس دیگه نمیشه گفت امیر المؤمنین. داستانی بگم خسته نشید، راوی میگه کنت مع الرضا فی سفرهی الی خراسان، با امام رضا بودم تو سفر خراسان. فدعا یوما بمائده، سفره پنج شد. فجمع علیها موالی، بردگان، سیاها، همه آمدن نشستن سر سفره. فجمع علیها موالی من از سودان و غیره، و قلت تو انتو فدا فداتون بشم، بین سفره جداگونه بندازم کنار اینا نشین. عجب لو عزت لها اولای مائده و حال مه نخیل ان رب واحد
ول ابو ول امو واحد، پدرمون یکی، مادرمون یکی، ول جد و واحد، ول جزاء بالاعمال، جزاء اعمال به شکل نیست، به سیاه و سفیدی نیست. مسئولین بزرگوار زحمت میکشید، خودتون رو وقت تافته جدا بافته ندانید. این روش امام و من باید کنار همیا میشنم. آمد حمام، دخل الرضا الحمام. یکی اومد بابا این پشت منه کیسه برمون چشم شروع کرد کیسه کیسه. مردم گفتن وای نمیدونی کی امام رضاست؟ گفت استغفرالله. حضرت فرمو نه راحت باش. عن البزنتی، بزنتی از اصحاب امام رضاست. البته اول با امام رضا خوب نبود، جزء واقفیه بود، انکار میکرد امامت امام رضا رو. بعد دید معجزات رو دید پشیمون شد. حالا یه شب اومد خونه امام، میگه آمدم خدمت امام، فامسیت و عنده، میخواستم برم. حالا لا تنسه بمون امشب خونه ما بمون. امام رضا به بزنتی میگن بمون، میگه امسیت و. بعد امام فرمودن که همون لحاف منو بیارید و شام و خورد و لحاف خود حضرت رو پهن کردن. بعد میگه بزنده میگه رفتم تو رخت خواب، فلان ماستر توفل به دخل نیشیون. گفتم عجب مقامی دارم من تو منزل امام رضا، شام امام رضا. بابا یه قضا از امام رضا میدن چقدر آدم خوشحال بود. این به دست خود امام رضا شام امام رضا رو خوردم. بعد حالا تو رخت خواب امام رضا هم خوابیدم، یه مرتبه حضرت امامی میدونی تو کله چی میگذره. فجعل یختر به بالی من مثلی، کی مثل من؟ فی بیت ولی الله و علا مهاده. فنادانی یا احمد، احمد ابن علی نصر بزنتیست. امام فرمود آی احمد، ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب آدم رفت به عیادت سعسعت ابن سوهان، مریض شده بود. بعد فقال یا سعسعه، فرمود آی سعسعه، یه وقت نری به دیگران پوز بدی، دل نشکنی ها. فقال یا سعسعه، لا تجعل عیادتی ایاک فخرن علا قومک، نری فخر و مباهات کنی. آقای احمد هم همینطور، نری فخر و مباهات کنی، دل دیگران رو بشکنی. بابا دو جور خداحافظی برای کربلا داریم، یکی واقعا یک کسی خداحافظی میکنه حلالیت، یکی میخواد دل بشکنه. آجا خداحافظی نکن آقا جون. آی کسی که داری سفر زیارتی میری، اگر خداحافظیت برای پوزه، برای دل شکستن، خب نکن اینجا خداحافظی رو. حضرت فرمود مبادا فخر و مباهات کنیم. چند تا از اخلاقای حضرت رو بگم عرایزم تمام. عن ابراهیم ابن عباس میگه من مدتی با امام رضا بودم، ما رأیت ابا الحسن الرضا جفا، ندیدم امام به کسی ظلم کنه. آی مردا، آی زنا، تو خونه همون چه خبره؟ ما رأیت الابا الحسن الرضا جفا احدا به کلمت قط، و یه بار به کسی نیش نزد. ولا رأیته قطع علا احدا کلامه، یه بار ندیدم حرف کسی را قطع کنه، تو حرف دیگری ببره. ندیدم امام رضا این کارو. حتی یفرقم و ما رد احدا عن حاجت یقدر علیها، اگر کسی می آمد نیازی داشت تا میتونست برآورده میکردن امام رضا. ولا مده، پاشو پیشی کسی دراز نمیکرد حضرت، نه اخلاقای امام رضاست. ولا مده رجله بین یدی جلیس له قطو،
ولا اتکعه، اگه دو نفر نشستن با هم دارن صحبت، تکیه نمیداد. ولا اتکعه بین ید جلیس له قطو ولا رأیته شتم، فحش نداد، یه بار فحش نداد. ولا رأیته شتم علا احد من موالی، حتی به بردگان. ولا رأیته سفل، آب دهان تو کوچه نمیانداد. ولا رأیته تفل، ولا رأیته یقهقه فی ذهکه قطو، میخندید ولی با تبسم، نه قهقه. و کان ازا خلا و نصب مائدته، وقتی سفره میانداختن کنار بقیه میشد. قلیل النوم، خدایا من این حرفا رو میگم ولی که در خودم تأثیر. کان قلیل النوم باللیل کثیر السحر، زیاد بیدار می بود. یحیی اکثر لیالی من اولها الی الصبح، کان کثیر الصیام، در ماه سه روز روزه می گیره، چون می دونید خدا ضرب در ده می کنه میشه 30 تا. بعد امام می فرمود روزه سه روز در ماه معادل تمام ماهه. روایت آخر رو هم بخونم دیگه، دلهامونو روانه حرم مطهر. موسی بن سیار میگه کنت مع الرضا، با امام رضا داشتیم میرفتیم. بقد اشرف علی حیطان طوس، نزدیک دیوارهای طوس رسیدیم، یه مرد صدای گریه میاد. و سمعت واعیتن، دنبال گشتیم چیه؟ فاتبعتها، دیدم یک کسی از دنیا رفته، آمدن تشییع جنازه، دارن گریه میکنن. حالا ما بصرتو بها رأیت سیدی، دیدم امام رضا رفتن، مثل یک گوسفندی که در روایت دیگه تشبیه شده بره دنبال بچه‌اش، عاشقانه رفتن دنبال این جنازه. ثم اقبل نحو الجنازه، بعد امام خودشون رو ثم اقبل علی، فرمود مکر به من بود، فرمودن که یا موسی بن سیار، من شیع جنازتن، من شیع جنازت ولی من اولیائنا، کسی که تشییع جنازه یکی از شیعیان ما بره، خرج من ذنوبه کیوم ولدت و امه، لازم بعده. بعد امام آمدن کنار قبر، رأیت سیدی، دیدم آقای من امام رضا، قد اقبل فاخرج الناس عن الجنازه، مردم رفتن کنار، حتی بدا له المیت، امام آمدن کنار میت، آخ بمیرم، فوضع یده علی صدره، امام دستشون رو گذاشتن روی سینه میت، فرمود یا فلان ابن فلان، اسم و اسم پدر، ابشر بالجنه، خوشا به حالت که اهل بهشت، فلا خوف علیک بعد حال رسال، خدایا چی میشه هنگام مردن بود ولیت بیاد، بگه ابشر بالجنه یا ابن الاسکه، ما کاری نکردیم، شما از ما راضی باش، اما شما بزرگ. فقلت تو جوئل تو فدا، گفتم اماما فدای شما بشم، شما که اهل اینجا نیستید. فوالله انها بقعت لم تتعها، شما که تا حالا اینجا پا نگذاشتید، قبل یومی که هازا فقال، اونایی که میگن امام خبر نداره، فقال علی یا موسی بن سیار، اما علمت انا معاشر الائمه، مگه تو نمیدونی که ما ائمه تو رد و علینا اعمال و شیعتنا، مگه تو نمیدونی که اعمال شیعیان بر ما عرضه میشه صباحا و مساءا، خدایا آبروی ما رو پیش بلیت حفظ، خدایا آبروی ما رو پیش بلیت حفظ، صباحا و مساءا،
فما کان من التقصیر فی اعمالهم، هر جا خراب بودن، هر جا تقصیر داشتن. سألنا الله تعالی، میگیم خدایا ببخش، میگیم خدایا ببخش. و ما کان من العلو، وقتی که کارو خوب میکنیم میگیم خدایا بهش جزا. امام مهربان، امام از ما در مهربان، فدای شما بشن. به خصوص امام رضا که معروفن به امام رؤوف، خیلی امام به کربلا بها میداد، خیلی امام رضا به عاشورا بها میداد. یا ابن شبی ان کنت باکی اند شیء فبک للحسین. يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فبك للحسين ابن علي، فإنه ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا، 18 نفر از خالدانشو کشتن. ما لهم في الأرض شبيهون، شبيه نداشتن اینا. و لقد بکت السماوات و سماوات السبع و الارضون لقد به. امام رضا فرمود ان یوم الحسین اقرح جفوننا، پلکای ما رو زخمی کرد، بس گریه کردیم. فدای تو آقا جان، فدای تو مولا جان. ان يوم الحسين اغرح جفوننا واسبل دموعنا واذل عزيزنا بارض كرب وبلاء واورثنا الكرب والبلاء الى يوم الانقضاء فعلى مثل الحسين فليبكي الباكور فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. گریه بر حسین گناهانو از بین میبره. امیت ابن علی میگه من در سفر آخری که امام رضا آمدن مکه برای وداع با کعبه، در خدمتشون بودم، من بودم، امام رضا بودم، جواد الائمه خودسال. میگه جواد الائمه رو دوش یکی از یاران امام بود. حضرت فرمود جوادمو بذار در هجر اسماعیل. امام مشغول طواف شدن، طواف تمام شد، حضرت به غلامشون موفق فرمودن برو جوادم و بیار. فجاء موفق، موفق آمد کنار جواد و لعنه. آقا جون برین، پدرتون میگن برین. آخ بمیرم. جواد و لعنه فرمود نه، یا یا من نمیایم. چرا؟ آمد پیش امام رضا گفت یا ابن رسول الله جوادتون نمیایم. نمیدونم چرا قبول نمیکنه. حضرت خودشون تشریف آوردن، جوادم بریم. طواف من تمام شد، آخ بمیرم. یه وقت جواد و لعنه فرمود بابا من نمیام. چرا نمیایی؟ بابا من دیدم چجور طواف کردی. مثل این که این طواف آخرت بابا. التماس کرد جوادشو بغل کرد.
خودشم وقتی باز از مدینه حرکت کنه زن و بچه رو جمع کرد. بشینید برای من گریه کنید آقا، گریه بر سر راه مسافر میمنت ندار. فرمود آر، اما اون مسافری که امید برگرد داشته باش. یا علی بن حسین رضا، یه نگاهی به مجلس ما، یه عنایتی آقا جون، یه نگاه راست. فرمود علی بن حسین رضا به عباسد، فرمود عباسد وقتی از نزد و مأمون آمدم اگه عبا رو سرمه دیگه با من حرف بزن، درها رو ببند. عباسد میگی دیدم مولام از نزد مأمون خارج شدن، عبا بر سر مبارکشون، درها رو بستم کسی وارد نشه. یه وقت دیدم یا آقازاده حاضر شد، آقا شما از کجا وارد شدید؟ فرمود عباسد خدایی که منو به طرف طلعه اینجا حاضر کنه میتونه از در بسته وارد کنه. اسرار امامت رو سپردن، امانات رو سپردن به امام جواد. جان به جان آفرین تسلیم کرد. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله حسین من، آقای من، مظلوم من، عطشان اونجا به عکس شد، اونجا به عکس شد، اونجا پدر آمد بالای سر بزن. فقط تعوه اربان اربان، لا اله الا الله، فقط تعوه اربان اربان. امام حسین نگاه کرد به چهره جوان، دلش طاقت نیاورد، خم شد. فبضع خده على خده، تو سفر کردی و آسودی ز غم، من در این وادی گرفتار الم. این بیابان جای خواب ناز نیست، کی من از سیاد و تیرانداز نیست. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.